کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی، شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی با. بله، درود دارم خدمت هممیهنان و بینندگان رادیو تلویزیون مانی و درود دارم خدمت خود جناب مانی با زحمات و تلاش هایی که در راه آگاهگری هممیهنانشون میکشن. من عزیز دادیار هستم. امروز میخواهیم که درباره یکی از رویدادهای تاریخی اسلام که افشای پیامبری محمد در یکی از رویدادها به نام حدیبیه است اشاره‌ای داشته باشم، هرچند که در این زمینه دوستان دانشپرور دیگری نیز شاید سخن گفته باشم و حتما گفتن، اما من بد ندیدم که شاید آنچه را که من میگویم اشاره به زوایای دیگری داشته باشد که اگر روشن نشده باشن بینندگان و شنوندگان عزیز، به ویژه جوانان ما که در گهواره ای الله اکبر گویان تا به دست یک ملا مسلمان شدن به نام مسلمانی دارن و در این ورطه هولناک بردگان حجازی، یعنی این بردگان اندیشه ای حجاز که ملا نام گرفتن، افتاده باشن، این ماجرا و این رویداد یکی از اون رویدادهایی است که به راستی محمد با دست خودش تاریخ و روزگار مجبورش میکند که به افشاگری خود بپردازد که پیامبر نیست. و آنچه را که من امروز پیش میکشم شنوندگان و بینندگان عزیز میتوانند به ویژه در تاریخ طبری جلد دو و در تاریخ بزرگ واقدی المغازی و همچنین در سیره رسول ابن هشام و ابن اسحاق برن و این مسائلی که من میگم به تحقیق پیدا بکنن. و اتفاقا در همه این تاریخ ها، خارج از این که بیرون از این که شما به دنبال صفحه بگردید، زیباست که فقط در این تاریخ ها به ماجرای حدیبیه در فهرست این کتاب ها نیز مراجعه بکنید. به هر روی، حدیبیه شد بستر امتحان، نبی بر بلا گشت چون روبهان. حدیبیه شد بستر امتحان، نبی بر ملا گشت چون روبهان. سهیل آمد و گفت خط میزنم، به دست خودت نامتن در جهان. دوستان و شنوندگان و بینندگان عزیز، مسلمانان و ملاها در پای منابر خودشون همیشه در به این رویداد که میرسند آن را به نام صلح حدیبیه مینامند و حالان که تاریخ اثبات میکند به روشنی که در خود این قرارداد، در پای این قرارداد نوشته شده که این جنگ است و نه صلح. و در اینجا خود محمد نیز از کلمه جنگ استفاده می کند. هنگامی که سهیل ابن سهل ابن عمرو میاد پیش، به عنوان سفیر مکه میاد پیش محمد، میگوید که اونجایی که فرمان پیمان در واقع کتبی رو مینویسند، میگه در اینجا حرب، از کلمه حرب استفاده میکنه و میگه در حرب حدیبیه ما داریم این صلح رو انجام میدیم و از کلمه حرب در این جمله استفاده میکنه. و خود محمد نیز هنگامی که یاران محمد از او در این رویداد می برند، می گوید که در این جنگ از من نبرید، در زیر درخت رضوان
به عنوان بیعت الرضوان که این همراهان و یاران خودشون میطلبه که با من مجددن بیعت بکنه، چون همه بریده بودن، همه بریده بودن و همه فهمیده بودن که محمد داره خودشو افشا میکنه و رسول نیست. چرا؟ برای اینکه هنگامی که پیمانو مینویسن میگوید بنویس ای علی، بنویس محمدون رسول الله. هنگامی که علی میخواهد بنویسد محمدون رسول الله، سهل میگه آقا اگر من میدانستم و باور میداشتم که تو پیامبری، اینجا چه کار میکردم؟ خط بزن بنویس این قراردادی است بین محمد ابن عبدالله پسر عبدالمطلب و سهل ابن عمرو نماینده مکیان. هنگامی که میخواد بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم، سهل میگه من رحمان را نمیشناسم، من آن ندانم، بنویس بسم اللهم، بنویس به نام الله خدای اعراب. و در واقع میبینید که محمد تا آنجایی مقهور طایفه قبیله و فشار اعراب میشه که نمیتونه نام جدیدی بر فشار مکیان و اعراب، چون بجز الله اگر محمد نام دیگری بر خدایش میگذارد، بر خدای دروغینش، اعراب نمیپذیرفتن و همون اللهی را معرفی میکند که به زعم محمد سهل ابن عمرو که خود کافریست و بر روی آن امضا مینهد، یعنی همون خدای اعراب الله که بت بزرگتر هست. جالبه در اینجایی که مسلمانان میگن این یک صلح بوده است، بسیار بسیار برای بینندگان و شنوندگان عزیز باید جای ژرف تفکر و اندیشه باشه که خب محمد در این جنگ، در این آمدن به حدیبیه با لشکری گران حرکت کرده، با سلاح و آذوقه جنگی، نام صلح می نهند مسلمانان، اما مکیان که 3 رسول و 3 نماینده می فرستن برای گفتگو که جنگی در نگیره بین اعراب و طایفه کشی و قبیله کشی نشه، جنگجو در تاریخ مسلمانان خطاب می شه. نکته جالبی است آن که با لشکری گران و سلاح آمده در جایی به نام حدیبیه و راه به جلو رفتن را از دست داده از ترس مکیان، صلح دوست است، اما مکیانی که سفیر صلح فرستادن جنگجو نام گرفتن. محمد در این سفر هنگامی که آغاز میکنه بیاد مکه رو فتح بکنه به بهانه حج، حج رو بهانه میکنه و میاد تا جایی که حدیبیه نام داره. در اینجا بسیار جالب است که به اصحابش میگه، به یارانش میگه چه کسی میتواند مرا از راهی ببرد که مکیان ندانن، کور راهی پیدا بکنید که مکیان متوجه حرکت ما برای فتح مکه نشن. بسیار جالبه. خب این لشکریان، آیا از این لشکریان کسی نیست بپرسد که چگونه جبرائیل تو را از مکه، از مدینه به فلسطین میبره و از فلسطین به عرش اعلا میبره، اما در اینجا به دنبال کوری میگردی که تو را به راه کور راهی ببره که مکیان نبینن؟ داستان جالبی است. پس کجاست آن فرشته جبرائیل؟ کجا آن فرشتگان جنگ هنین و جنگ احد که تو را راهنمایی بکنن تا از راهی تو را ببرن که مکیان نبینن؟ این یک داستان. دیگر افشای محمد در این رویداد، 2 مسئله بسیار جدی و قابل تفکر و اندیشه برای هر مسلمان عزیز ماست. محمد هنگامی که از مدینه حرکت میکنه به قصد فتح مکه به نام حج، به بهانه حج، هنگامی که در لشکر سان میبینه به یارانش میگوید که این بار کلید فتح مکه در دست من است و من خواب دیدم که این بار مکه فتح می‌گردد و می‌دانید که، و تأکید می‌کند و می‌دانید که خواب پیامبران دروغ نخواهد بود. این 2 مسئله
از مسائلی هستند هنگام پیمان امضای قرارداد صلح جنگ، جنگ حدیبیه با سهل، مسلمانان برمی‌آشوبند که تو در دو نکته در آغاز حرکت به سوی مکه، فتح مکه و به بهانه حج دروغ گفتی. نخست اینکه گفتی کلید فتح مکه این بار در دست من است، و دوم پیش از حرکت از مدینه گفته ای که ما سرهای من را بتراشیم و به حج می رویم و خواب پیامبران دروغ نیست. چگونه خواب پیامبر دروغ در آمد و همکنون قراردادی ننگین را به سود مکیان و به سود کفار داری اجرا می کنی؟ هنگامی که در اینجا میاد، آقای رصاف در کتاب شخصیت محمد داستان بسیار جالبی رو می آورد. می گوید از شیادی ها و سحرگری های محمد یکی از آن جمله در همین ماجرای حدیبیه است. هنگامی که پا در حدیبیه می گذارد، با خبر می شود که مکیان فهمیدن از لشکرکشی من به سوی مکه و نمی شود دیگر جلو رفت، برای اینکه اگر اونها فهمیده باشند مکه فتح شدنی نیست. چه کار باید بکند؟ میگوید که در اینجا معلوم می شود، روشن می شود که محمد برا از شتر نیز با حیله‌گری ها و سحرگری های خودش از شتر جبرائیل می سازد. رصاف در اینجا هنر فریبکاری و دسیسه بازی های محمد رو در اینجا اشاره بسیار روشنی دارد. میگوید که او شترش را چنان تربیت کرده است، بدون پا زدن و بدون مهار کشیدن، با یک حرکت یا با یک صدای کوچولو شتر را میتواند آنطور که دلخواهی اوست برقصاند، بخواباند و بلند کند. میگوید که با یک حرکت بسیار ماهرانه شترش را میخواباند. مردم میپرسند یا محمد شترت خوابید؟ میگوید جبرئیل مهارش را گرفته است و نمیگذارد جلوتر برود. رصاف میگوید محمد آنقدر رندانه با این مردم ساده عمل کرده است که از شتر جبرائیل میسازد. هنگامی که محمد شترش را میخواباند، مردم میگویند چه کنیم؟ میگوید نمیشود، الله فرمان داده است، جبرئیل مهار شتر را گرفته است و میگوید نمیشود جلوتر رفت. مکیان در اینجا سفیر اول را میفرستند، بی نتیجه میماند. سفیر دوم را میفرستد، باز هم بی نتیجه میماند. محمد پاسخ قطعی و درستی به رسولان نمیدهد. رسول سوم را که میفرستد، سهل ابن عمرو، اینجا طبری جمله بسیار جالبی داره. میگه محمد در اینجا در جلوی سهل به مانند شاگردی بوده است که دانش آموزی بوده است که تکالیف خود را جلوی استاد انجام نداده و شرمنده است، و مانند یک شاگرد خجالت زده در مقابل استاد نشسته و لب تکان نمیدهد. سهل ابن عمرو به محمد میگوید محمد، میدانی همراهان تو از کیا هستند؟ چگونه تو یک اشرافزاده قریشی با مشتی دزد و راهزن که کارشان سربریدن همراهان خیش است برداشته ای و آبروی مکیان و اشراف را برده ای؟ میدانی همراهان تو کیستند؟ هنگامی که این جمله را سهل ابن عمرو میگویند، مغیرت ابن شعبه، همون کسی که بسیار بسیار نامدار است در میان یاران محمد، شمشیرش را بالا میگیرد بر سهل. سهل میگوید خاموش باش مردک، تو همان کسی هستی که چند ماه پیش با 30 نفر از دزدان به دزدی رفته بودی و پس از غارت انبار مردم شبانه، هنگامی که 30 تن از همراهانت به خواب رفته بودند، همه را سر بریدی و من توانستم با فدیه دادن بر اون کشته شدگان جنگ یک طایفه بزرگ را از سرت بردارم، همکنون بر من شمشیر میکشی؟ دزد راهزن مشهور مکه و مدینه، تو بر من شمشیر میکشی؟ عمر، ابوبکر و دیگر یارانی که چند تنی از قریشیان در میان اونها بودن، خشمگین شده بر محمد که ای محمد، چگونه اجازه میدهی یکی از مکیان یاران و همرزمان تو را
این چنین مورد سرزنش و اهانت قرار بدند و آنها را راهزن و دزد خطاب کنند. البته در اینجا خود محمد اذعان دارد که این جنگ است. هنگامی که ازش میپرسند که یا محمد تکلیف عثمان چی میشود، عثمان را مکیان در مکه به گروگان گرفتند و اجازه بازگشت به سوی حدیبیه نمیدن. مردم میپرسند یا محمد پس تکلیف ما چی میشود؟ میگوید ما در جنگ شکست خوردیم و مکیان امروز ما را گروگان گرفتند و عثمان را رها نمی کنند مگر اینکه برگردیم. این است که هنگامی که سهل ابن عمرو مجبور می کند محمد را که پیمان نامه ای بنویسند، شروع می کنند به پیمان نوشتن. همچنان که گفتم پیمان نامه را می دهد که علی بنویسد. هنگامی که علی می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، عمرو میگوید من آن نشناسم، این رحمان خدای یمنیان است، از آن ابن کثیر است و من رحمان را نمیپذیرم، بنویس بسمک اللهم. علی دستش را میگیرد و میگوید من نمیتوانم رحمان و رحیم را خط بزنم. محمد میگوید بنویس آنچه را که سهل میگوید. علی مینویسد. هنگامی که پیمان نامه تمام میشه، پیمان نامه رو با این جمله شروع می کنند: هازا ما سلح محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب و سهل ابن عمرو علا وضع الحرب. علا وضع الحرب. دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، مسلمانان گرامی که نادانسته و ناآگاهانه بدون مطالعه بدون خوانش و بر اساس جغرافیایی شناسنامه مسلمان شدید، ببینید ملاها دروغ می گویند. این صلح حدیبیه نیست، جنگ است. و اتفاقا مکانی را، کلمه ای را، واژه ای را سهل ابن عمرو باقی نگذاشته است که نام حرب در اون نباشد. هازا ما صلح محمد ابن عبدالله، نه رسول الله، محمد ابن عبدالله بن عبدالمطلب و سهل ابن عمرو علا وضع الحرب. سیرت رسول برگ 410، ماجرای حدیبیه. این است که هنگامی که میگوید پایین نامه را علی می نویسد محمد رسول الله، سهل می خندد و میگوید مردک اگر من می دانستم و باور داشتم که تو پیامبری، اینجا چه کار می کردم؟ بنویس عبدالله ابن عبدالمطلب. و آن می نویسد عبدالله ابن عبدالمطلب. علی می گوید که من نام رسول خط زدن نتوانم. اینجا دیگر تاریخ دانان و تاریخ نویسان ماجرای دیگری رو بر دروغ ملایان دروغگو در واقع افشا می کنند به راستی و درستی. شما می توانید این ماجرای افشای محمد و در بیسوادی و باسوادیش در تاریخ قرآن محمد باقر حجتی 211 و تفسیر طبری 328 به زیبایی بخونید که محمد چگونه اقرار میکنه و افشا میکنه که سوادک چندانی دارد و آنچنان نیست که گفتند یار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه نمیدونم مدرسه آموز صد مدرس شد و و و. دروغ از آب در آمده است و محمد سوادکی داشته و آنچنان نیست که اگر میگویید من پیامبر نیستم پس معجزه من این کتاب است و این گفتارهایی است که من آوردم. نخه، تو سوادی داشتی، اشعار امر و القیس عرب را از بر بودی و سوادکی آنچنان که کلماتی تازه آنچرا هم که گفته است. و من یک بار دیگه در از سوی یکی از اعراب به نام رصاف خوندم حدود 10-12 بنده از همین آیات کتاب عثمانی رو که به نام قرآن هست، که چقدر هم اشتباهات و دستور به لحاظ دستوری و گراماتیکی دارای اشتباهات بزرگی بوده که در یک جمله کوتاه چند کلمه‌ای سه تا من را یا من را استفاده کرده است که هیچ دانش آموز عربی نیز نمیتوانند در واقع به کار بگیرند. فاش شدن محمد در این ماجرا به درستی و روشنی تاریخ، اگر آنچنان را که نوشتند راست باشد،
افشا کرده است. محمد در این هنگامی که نامه رو از دست علی میگیرد شروع میکند به نوشتن و در جای دیگری به یکی میگوید که نامه ای بنویسند. هنگامی که آن نویسنده قلم در دست میگیرد محمد به او میگوید که چگونه بنویسد. قلم را در دست راستش بگیرد، یا را آنچنان کشیده بنویسد، میم را آنچنان بنویسد که من میگویم و و و و به جزئیات نویسندگی به درستی آشنا بوده و میدونسته و میتوانسته اندک نوشتن و خواندنی را داشته باشد. اما ماجرای جالب اینجاست، هنگامی که محمد میگوید به علی که خط بزن نام الله، نام رحمان، خدای رحمان مرا، و خط بزن نام رسول الله را بر این عهدنامه، بر این پیمان نامه، عمر شمشیر بر میکشد، میداند و میبیند که محمد چگونه ما را فریفته است و چگونه دارد دروغ میگوید. هم رسوایی ما را از زبان مکیان تحمل کرده است که نماینده مکیان، فرستاده مکیان، ما را دزد، راهزن و افرادی بی شخصیت معرفی کرده است و محمد سکوت را اختیار کرده است و هنگامی که نام خدای خود را خود خط می زند و از رسول الله بودنش منکر می شود، شمشیر می کشد عمر که مردک، تو ما را این همه فریفته ای؟ و جمله جالبی رو ابن هشام در سیرت رسول می نویسد، می گوید همه مردم، همه همراهان محمد را شیطان فریفت و دست از محمد و دینش برداشتن. صحنه جالبی رو واقعی در اینجا می نویسه، می گوید که محمد گریان و لرزان به سوی خیمه ای که ام سلمه زنش در اونجا قرار دارد می رود و ام سلمه از دیدن محمد بر آن حالت برافروخته و گریان می پرسد یا محمد چی شده است؟ میگوید تمام شد. تمام شد. میگوید چی تمام شد؟ میگوید تمام شد، دیگر کسی از من فرمان نمیبرد. میگوید تو آنها را صدا کردی و شنیدند؟ میگوید صدا کردم، شنیدند و دیدند نیز، اما هیچ کس پاسخی بر فریاد من نداد. در اینجا ام سلمه فرشته آسمانی او میشود. راهنمایی ام سلمه به جای جبرائیلش کارگر میفتند و میگوید ای محمد، این همراهان تو امروز چوب دو سرگوهی شدند، اینها دیگر نه راه مکه میتوانند داشته باشند در پیش گیرند و نه بازگشت به مدینه. اگر به مکه بروند تکه بزرگشان از بدنشان، گوششان خواهد بود و اگر به مدینه بازگردند بی آبرویی همه زندگیشون را باید به دوش بکشند، هیچ راه بازگشت و پیشرفتی ندارند. لذا یک راه مانده است و یک شانس که تو شتر خودت را بردار و خود به کشتن اون بپرداز تا مکیان نیز باور بکنن که تو برای حج می روی و داری قربانی می کنی. آنگاه شاید یکی دو نفر غیرت بکنن و بیایند. عمر می گوید به والله اگر یک نفر دیگر در آن دم که من شمشیر کشیده بودم بر گردن محمد بزنم، اگر یک نفر دیگر با من همراه می شد، من گردن محمد را زده بودم. اما در اینجا رویداد دیگری از ناگفتنی های تاریخ نویسان مسلمان باقی است که ابوبکر چه می گوید به عمر که عمر دست از شمشیر کشیدن بر گردن محمد بر می دارد. تاریخ هنوز روشن نکرده است، اما می توان فهمید که ابوبکر چه وعده‌ای به عمر داده است که شمشیر را از دست عمر می گیرد تا گردن محمد زده نشود. در آنجایی که ابوبکر بدون هیچ مشورتی پس از خود، بدون هیچ گونه رایزنی با همراهان دیگر، به عثمان می گوید بنویس که پس از من خلیفه عمر است، می توان فهمید که ابوبکر در آن روز وعده خلافت، امارت و امیری رو بر عمر داده است که اگر محمد بمیرد میدانی که منم و پس از من تو خلیفه خواهی بود، خاموش باش. و عمر خاموش میشود و میبینیم که ابوبکر چنین نیز میکند. این یکی از اون رویدادهای مخفی و موریانخور تاریخ است که
که البته میتوان از زوایای تاریخ و روی هم گذاشتن رویدادها به این مسئله رسید. آنگاه که محمد به پیشنهاد ام سلمه بلند میشود و میرود تا شتر خود را بکشند، مسلمانان که میبینه همونجوری که ام سلمه میگوید اینها نه راه پس دارن و نه راه پیش، اگر به مکه بروند تکه پاره بدنشون بزرگشون گوششون خواهد بود و اگر به مدینه بازگردن بی آبرویی است، دو سه نفری بلند میشوند و به دنبال محمد راه میفتند و محمد مجددا به امیری عرب پذیرفته میشه و با او به مدینه برمیگردن. اما ماجرای دیگری که بسیار بسیار در اینجا گفتنی است، بیعت مجدد از یاران محمد هست در این ماجرا. محمد میبیند که مسلمانان پیروان او برای یک دم از او بازگشتند و هیچ کس به پیامبریش اعتراف نکرد و حرف او را نشنیدند و به صدایش پاسخ ندادند. از این رو آنها را به آنها میگوید دوباره به امید دادن، دوباره به هیلگری میپردازد که فرشته الله نازل شده و از کلمه روح القدس در اینجا اشاره میکنه که روح القدس آمده است و بیایید با من بیعت بکنید، که در اونجا میروند. و نکته تیز دیگری رو هر سه تاریخ های بزرگ، هم واقعی هم طبری و هم سیره ابن هشام، تأکید دارن بر اینکه در این بیعت گرفتن محمد دست عمر را محکم گرفته در دست که فرار نکند و دستش را نکشد و مرا رها نکند، که دیگران اگر عمر دستش را رها کند همه دست از بیعت با او برخواهند داشت و دست عمر را محکم میگیرد. نکته بسیار جالب دیگری که در اینجا محمد خود پیامبریش را افشا میکند که پیامبر نیست، بیرون از آن که نام اللهش را خط زده خود، بیرون از آن که نام محمد را رسول اللهی خود را خود خط زده است، این مسئله دیگر است که در اینجا خلع سلاح از وحی شده. هیچ حادثه ای، نه در حادثه هنین که 10,000 یاران محمد در جنگ هنین فرار کردند و ابو سفیان گفت دیگر سحر محمد کار نمی کند و فراریان محمد از 7 دریا نیز خواهند گذشت، و در جنگ احد نیز، آنجایی که لب و دندانش را برادر سعد بن ابی وقاص شکسته بود و با دهانی خونین از چاله برمی آمد و هیچ فرشته ای نبود، اما در آنجاها توانست بگوید فرشتگان سرخ عمامه و سفید عمامه در جنگ هنین و احد بودند، اما در اینجا نه از فرشتگان خبری هست نه از جبرائیل خبری هست. ای کسی که میگویی سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، پس کجا شدند این فرشتگان تو که نه کور راهی به تو می نمایند تا به سوی مکه بروی و نه در اینجا حاضرند به تو کمک کنند که تا همه پیروانت از تو بر نگردند؟ کجایند این فرشتگان؟ محمد در حدیبیه خلع سلاح کامل شده، افشا و اوریان شده از جامعه رسول الله است. چرا؟ برای که زبانش بند آمده است، دیگر در اینجا از وحی خبری نیست تا کمکش بکنند. اینجا فقط آیات وحی و جبرائیل و فرشتگانش ام سلمه و راهنمایی اوست. حدیبیه جایی برای وحی آوردن، محمد جرأت نمی کند در حدیبیه بگوید برای من وحی می آید، جرأت نمی کند، شجاعت اون را ندارد که دروغی دیگر از آسمان بتراشد و بگوید الله چنین گفت. اما از حدیبیه که فارغ می شود دوباره می گوید وحی بر من آمده است. خب می شود از محمد یا از این ملاهای دغل و دون پرسید که ای ملاهای دون چه شده است؟ محمد هنگامی که میتواند دروغ بگوید و از آسمانها وحی صادر بکند، میشود که بر به قول واقدی از شخصی به نام کعب و شپشهایش نیز آیه بیاورد، اما در حدیبیه که پای در گل مانده است نمیتواند جبرائیل یا فرشته ای صادر بکند و کلامی بیاورد که دیگران باور بکنند. مسئله دیگری رو که در راه حدیبیه بسیار زیباست
و بینندگان عزیز، مسلمانان عزیز ما توجه بکنند. هنگامی که بر میگردد از حدیبیه در راه، عمر میگوید من از وحشت ترس بر خود میلرزیدم، احساس میکردم که نفسم هر آن در میرود از تنم. آن هم شخص نترس و شجاعی مانند عمر که میگویند، تاریخ میگوید عمر اگر سوگندی میخورد که کسی را میکشد حتما این کار را میکرد و به همین دلیل دارالندوه حجاز شمشیر را از او گرفته بودند. در این بازگشت از حدیبیه میگوید نفس در بدنم داشت قطع میشد از ترس که نکند محمد که من شمشیر بر او کشیدم و پیغمبریش را بر او حرام کردم همکنون آیاتی بیاورد، سخنی بگوید که مانند ابو جهل، مانند عمر ابن هشام که نام ابو جهل بر او نهاد، برای من نیز به نام وحی چیزی صادر کند، لقب بدی صادر بکند و مرا محروم از جامعه خود و بدنام در جامعه خود بکند با القاب ناپسندی. میگوید بد نفس در بدنم تنگ آمده بود و نمی توانستم نفس بکشم که ناگهان صدا کرد یا عمر و من هفت اندام تنم بر خود لرزید که همکنون چه می گوید. ولی هنگامی که نزدیک رفتم دیدم که به خیر گذشته است و می گوید آیه فتح آمده است و ما بار دیگر مکه را فتح خواهیم کرد که تنم نفس راحتی کشیدم. بینندگان عزیز، یکی از راه‌هایی که مسلمانانی که میفهمیدن محمد دارد دروغ میگوید، مانند ابی سره که گفت مردم به دینتان برگردید که محمد دارد دروغ میگوید و جملات مرا نیز به نام وحیش دارد بر شما میخواند، این پیامبر نیست و دروغ میگوید. چرا میترسیدن؟ ابی سره شجاعت داشت، نترسید و رفت در مکه فریاد زد محمد دارد دروغ میگوید. فتبارک الله و احسن الخالقین از محمد نیست. هنگامی که من یک آیه از محمد می نوشتم و من حیرت کرده بودم که این را زیبا می پسندیدم، گفتم فتبارک الله و احسن الخالقین، محمد گفت این کلام تو را نیز جزو وحی بگذار. آنجا فهمیدم که محمد دروغ می گوید. محمد با ترس و ایجاد دلهره و وحشت که اگر به پیامبری من ایمان نیاورید، که اگر برگردید فلان و فلان می شود، بچه هایتان تب می کنند، مانند قوم عاد و ثبوت در شب بر شما باران مرگ فرو خواهد بارید و و و می ترسیدند. یکی از این نمونه ترسها رو نیز ابوبکر هنگامی که نامه براءت محمد رو در مکه می خواهد ببرد مشاهده می کنید. تاریخ می نویسد هنگامی که ابوبکر در راه بود که نامه براءت را در حج بخواند، محمد علی را می فرستد، یک کلکی می زند، یک حیله بازی در می آورد که خلافت بعد از او، امارت بعد از او در دست خاندانش باشد. علی را می فرستد که به ابوبکر بگوید برگردد و این نامه را تو ببر بخوان که رسالت از آن ما باشد، رسالت در خاندان ما باشد. ابوبکر با وحشتی بزرگ برمی گردد. هم طبری و هم واقدی و هم سیره ابن هشام این را آوردن که می گوید ابوبکر می گوید تا به محمد رسیدم نفس در جانم نماند از ترس که خدایا چی شده است؟ آیا چه آیه‌ای بر محمد آمده است؟ همکنون چه القابی را بر من صادر خواهد کرد؟ هنگامی که به محمد میرسد میگوید پدر و مادرم به فدایت، چی شده است که مرا از راه برگرداندی؟ آیا خطایی از من سرزده است؟ محمد که احساس میکند یار قارش دارد نفس تهی میکند، میگوید ابوبکر چرا ترسیده ای؟ من تو را دوست دارم و تو دوست من هستی، این کافی نیست که در بهشت در کنار حوض کوثر با من خواهی بود؟ ابوبکر میگوید من راحت شدم از ترس، از وحشت که نکند محمد القاب بدی یا فرمان بدی بر من صادر بکند. این که یارانی از محمد در یکی دیگر از حوادث ایجاد ترس و وحشت و دلهره در میان یاران که بر نگردند از او، همین ایجاد وحشت کردن در دل اونها بوده است. یکی از یاران محمد در یکی از غزوات خطایی میکنه و خیزرانی به شتر میزند و به محمد میخورد. محمد آنچنان خیزرانی بر گرده این مرد وارد میکند که میافتد و قش میکند. این مرد گفته است که
میخواستم انتقام خود را از محمد بگیرم، اما از وحشت و ترس و دلهوره که فرمانی به نام وحی بیاورد و مردم ساده را بفریبد و مرا به القابی بد جلوه بدن، از شکایتم و از انتقامم دست کشیدم. این هست که دوستان عزیز، یاران عزیز، هم میهنان گرامی من، اینجا هیچ گونه تبلیغی بر ضد دین مشاهده نمی کنید. ما همه نیروهای سکولار و دموکرات هستیم، امضا کنندگان پیمان حقوق بشر هستیم و هیچ گونه عداوتی با هیچ کدوم از ادیان نداریم. اینها ریشه های تاریخی است که اگر راست باشند خود مسلمانان، خود نویسندگان مسلمان نوشتند و مردم مکه میدونید که 72 غزوه، 72 جنگ با محمد کردند و در زمان خود محمد او را راهزنی بیش نمیدانستند. این ملاها و مکتبها و حجرها و امامها و آیت الله ها و ملاها و مولویها همه ساخته و پرداخته دست عباسیان هستند که دین نوینی رو پس از 70 سال توسط عبدالله ابن زبیر بر شما حاکم کردند. دو دوره از تاریخ طبری رو حذف کردند در سالهای 70 و همکنون 2-3 جلد از تاریخ طبری در بنیانگذاری دین نوین عباسیان پنهان و نهان مانده است. حکومت عباسیان توانست با دایره‌ای، با احساس کردن، با ایجاد یک دایره ملائیت، مکتب، حجره و دارالحدیث درست کردن و و و این کتابی رو که خود مسلمانان در زمان عثمان نسخه های بسیاری از اون رو سوزاندند و بر ما به نام کتاب عثمانی گذاشتند و تا 400 سال مسلمانان در 3 صف نماز می‌خواندند بر شما تحمیل کردند که این روزگار سیاه رو برای شما امروز ملایان در بزرگترین کشور جهان حاکم کردند. سپاسگزارم. امیدوارم که ماجرای حدیبیه رو نه از زبان من که از زبان خود نویسندگان اسلامی در این 3 تاریخ طبری، واقدی، المغازی واقدی و سیرت رسول ابن اسحاق و ابن هشام بخوانید. سپاسگزارم. روزگار بر شما